نم لحظه ای مجالش نخواهم داد. فعلا لازمش دارم. تا فردا، تا فردا. هی، برو. هی. من تنهایم، میخواهم با کسی بازی کنم. کمی آرام بگیر. ارکمید، پدرت آمد. سلام پدر. من امروز پسر خوبی بودم. میدانم پسرم، حتما اینطور بوده. تو همیشه پسر خوبی بودی. بیا ارکمید، بیا پسرم، پدر که زالت دارد. تو برو برای خودت بازی کن. چی شدی؟ اتفاقی افتاده؟ پلوتونیوس. او را کشتند؟ آری، به دستور پدرت. او را در مقابل معبد آپولون به آتش کشیدند و دستور داده شد جسدش تا 3 روز برای عبرت دیگران در بالای منجنیق بماند. نفرین برو که مایه ننگ من است. بارها گفتم او پدر من نیست. این همه طعنه‌اش رو به من نزنید. هلن، گناه پدران را به پای فرزندان نمی‌گذارند. شما خود می‌دانید که از داشتن چنین پدری شرمگین و سرفکنده‌ام. اگر گهگاه به نزد او می‌روم، یا به خاطر شما بوده یا برای نجات کسی، وگرنه هیچ رغبتی به دیدار او ندارم. من هم هیچگاه اعمال او را به شما مرتبط نکردم، منتها جنایات او دلم را به درد آورده است. اما مشاهدات من قابل قیاس با آنچه که شما دیده اید نیست. امروز پدرت ببخشید دیوکلتیانوس مرا تهدید کرد که اگر چشمش باشم بیرون خواهد آورد. این حقیقت دارد. بیشک او به تهدید خود عمل خواهد کرد. جان نزارم قربان، درود بر آن. کارت عالی بود آزرین، خیلی خوب، آفرین. مأموریت تازه‌ای داری. مراقب ادونیای کوزگر باش و لحظه ای از او غافل مشو. اطاعت سرورم. فکر نمی کنی که خطر جولیوس کمتر از ماکسیمیلیانوس نباشد؟ چه بگویم حالی جناب؟ بله سرورم. مخصوصا مراقب کسانی باش که با او تماس می گیرند. در خدمت گذاری حاضرم. بگیر. برویم. او گفت تو شاهد بوده ای که چگونه چشمش را بیرون آورده است. ظاهراً به ماجرای مادرت اشاره می کرد. او راست گفته است. من دیدم. من دیدم. مادر من یکی از اهالی قرای اطراف دمشق بود.
تمام اهالی آنجا توسط بارنابای قدیس مسیحی شده بودند. در حمله رومی ها به جز مادرم تمام اهالی آنجا کشته شدند. مادرم به چشم خود دیده بود که سربازان دقیانوس چگونه تمام بستگانش را سربریدند و پدر و مادرش را کشتند. در حقیقت زیبایی مادرم بود که مانع مرگش به دست دقیانوس شده بود. او مادرم را به اجبار به همسری گرفت. میدانم هلن، چون قبلن اینها را شنیدم. شما شنیدید، اما من با چشمان خود شاهد بودم. شما بگویید چگونه میتوانم فراموش کنم؟ مادر من زخم خورده بود، همیشه مترصد فرصتی بود تا انتقام خود را از یوکلتیانوس و خدایان روم بگیرد، و این فرصت برای او که همیشه در قصر تحت مراقبت بود دست نمی داد. تا این که خبردار شدیم مجسمه خدایان را در چند معبد شکستند. مراقبت های شدید برای دستگیری بود شکنان به عمل آمد. تا اینکه یک روز یا مریم مقدس، این کار خطرناک است، به خودتان رحم کنید. بانوی من، اگر گرفتار شوید شما را قطع قطع می کند. این کار را نکنید. این کار نیست، یاریم کن. من تو را به مراقبت از آفریقا مأمور کرده بودم، در حالی که تو به خدایان خیانت کرده و با او هم دست شدی. اگر یاری تو نبود هرگز او به معابد دست پیدا نمی کرد. سزای تو مرگ است. او مقصر نیست، تنها فرمان مرا اطاعت کرده. رهایش کنید. تقصیر او همین است که فرمان مرا نادیده گرفته و از تو اطاعت کرده. بزن! او نتیجه خیانت خود را دید. حال نوبت توست که در آتش خدایان بسوزی. تو! مرا از مرگ نترسان. از روزی که همه بستگانم را در پیش چشمانم به پای بت‌های سنگی قربانی کردی و پدر و مادرم را گردن زدی، تصمیم به انتقام گرفتم و از مرگ نیز هراسی ندارم. می‌خواهم به تو فرصتی بدهم. آیا در مقابل آپولون از خدای عیسی بیزاری می‌جویی یا نه؟ من جز خدای یگانه را نمی‌پرستم و به جز او خدایی نمی‌شناسم. آیا خدایان روم را سجده کرده و برایشان قربانی میکنی یا نه؟ نفرین بر خدایان روم، نفرین بر بت‌های سنگی و بت‌پرستان، و نفرین بر امپراتوری جنایتکار روم. نه! ای خدای اونم، این قربانی را از من بپذیر. Hélène!